سلام و درود به همه شما عزیزان، امیدوارم در هر گوشه ای که هستین شاد و پر انرژی باشین. دوستای عزیز، در رابطه با زرد شدن برگ های سیر چهار علت اساسی که وجود داره هر چهار شب بر شما تشریح میکنم تا آخر با ما همراه باشین. خب دوستای عزیز، اولین علتی که باعث زرد شدن برگ های سیر میشه استفاده کود سیاه بیش از اندازه و استفاده کود سیاه مستقیما با ارتباط بودن خود ریشه سیر هست. وقتی که شما کود سیاه یا کود دی ای پی را که من میگم شما استفاده میکنین، یا به صورت مستقیم به ارتباط میشه یا یک مقدار فاصله داره، خب به صورت اندازش زیاد است، در زمین تجزیه نشده و ای ریشه های سیر با او به ارتباط شده و باعث رشد نکردنش میشه. ما و شما به صورت قسمی فکر میکنیم که شاید مثلا اگر زیر سیر یا به هر صورت کود سیاه یا میکود دی پیره که من میگم بیش از اندازه بندازیم باعث رشدش میشه. نه، این قسم نیست. زمینی که ما شما میخواییم سیر پرورش داده شوه، اولی که باید از لحاظ داشتن کود حیوانی غنی باشه، یعنی کود حیوانیش زیاد باشه. و بعضی دوستا که کود حیوانیش زیاد نیست از کود سیاه یا کود دی پی بیشتر استفاده میکنه که این باعث زرد شدن و خشک شدن به موقع برگ های سیر ما میشه. دومین علت دوستای عزیز، ندادن آب در سر وقتی که سیر ما شما در حال رشد هست، اون موقع است. وقتی که بعضی دوستا کود برش میته و آب زیاد نمیته، باعث میشه که سیر تشنه شوه. وقتی که تشنه شد احساس پیری میکنه و برگ هاش باعث میشه که زرد شوه و فکر میکنه که من به پختگی رسیدم، پختگی بی موقع، و برگ هاش شروع میکنه به زرد شدن. که باید درست حسابی منظم وقتی که کشت میکنیم، خوب درست حسابی بعد از هر 4-5 روز اگر زمین شما آفتاب زیاد داره باید آبیاری شوه که خود زمین سیر نم به نم، یعنی رطوبت در رطوبت آبیاری شود، خیلی خشک نشود که باعث میشه سیرتان برگهایش زرد شود. و چیز دیگه ای که عامل دیگه ای که خیلی مهم است دوستای عزیز، عامل سوم، اما علت سومش که باعث زرد شدن برگ ها میشه، آب دادن بیش از اندازه است. در زمین هایی که خود زمین خاک های کلیش زیاد هست، یعنی خاک هایی که به شکل گیل یا ما شیرگیل بعضی ساحات میگه، به حساب در کتاب کلی میگه، ذرات کلی بیش از 50% کلی موجود هست، اگر آب در او ساحت زیاد داده شوه، ای باعث میشه که برگ ها زرد شوه، نه به اندازه زرد خیلی زیاد. خب در او قسمت احساس خفگی میکنه و برگ ها زرد میشه، که آب دادن بیش از اندازه هم دوستای عزیز باعث زرد شدن برگ ها میشه. و همچنین دوستای عزیز، یک علت خیلی جالب دیگه ای که وجود داره ای هست که نظر به خاک سیر خیلی براش مهم است. در خاک های شینزار که آبش خیلی زود جذب میشه و داخل زمین فرو میره و زمین زود خشک میشه، هم زمین های شینزار یعنی شین داشتن یعنی ماست زیاد بودن هم باعث زرد شدن برگ ها میشه، چون آب ها زود تبخیر میشه، جذب میشه و تعنشین میشه، و مواد که در خاک ما شما استفاده کردیم مانند کود و انواع کودهایی را که ما شما در نظر میگیریم بیزنیم، نبات ما شما احساس کمبودی آب میکنه و زمین خیلی زود خشک میشه، که این هم باعث زرد شدن برگ ها میشه. پس در نتیجه دوستای عزیز گفته میتونیم که سیر نسبتاً ساحه مرطوب و خنک را دوست دارد از لحاظ جغرافیایی. و از لحاظ خاک دوستای عزیز، خاکی که خود ذرات کلیش زیاد نباشه، کلی و سلت و همچنان همین سه جزء اساسی خاک به صورت 33-33% اگر باشه،
زمین شما بسیار خوب میشه. یعنی خاک لوم باید باشه. خاک لوم خاک سیاه هست، از لحاظ مواد غذایی غنی هست، مخصوصا از لحاظ مواد کود حیوانی و همچنان ذرات خود خاک به صورت منظم در نظر گرفته میشه. یعنی خاک لوم بهترین خاک است. در خاک شیرگل ما میگیم که کاملا گیله، خیلی ذراتش خورد است، داخلش سنگدانه ها و رگدانه ها نداره، او خاک هم مناسب نیست. خاک که کاملا شینزار هست هم مناسب نیست. پس در اینجا دوستات شما اولی که باید در قسمت انتخاب زمین خود بسیار فوکس بکنین، خیلی دقیق کار بکنین، و دومن آبیاریش خیلی مهم هست و کددهی. این هر سه را که شما درست و منظم مدیریت بتانین، بهترین سیر را میتانین پرورش بتین و میتانین برداشت بکنین. باز هم دوستای عزیز، چیزی که در ذهن شما باشه میتونین دوباره کامنت بتین، ما همیشه در خدمت هستیم. و اگر از ویدیو خوش شما آمده حتما لایک کنین و کامنت هم از یادتان نروه، و کانال باغبان آزاد را اگر تا حالا سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین تا اینکه ویدیوهای جدید همراه شما به اشتراک گذاشته شود، و همیشه شاد و پیروز.